آیا صوفیه از زمان بازگشایی خود در 24 ژوئیه 2020 به طور متوسط روزانه 50,000 بازدید کننده و تقریبا 6 تا 7 میلیون بازدید کننده در سال و 25 میلیون بازدید کننده طی 4 سال اخیر داشته است؟ توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. مسجد جامع ایا صوفیه که یکی از جاذبه های اصلی گردشگران داخلی و بین المللی است، در 4 سالی که از بازگشایی آن برای عبادت می گذرد، پذیرای 25 میلیون بازدید کننده بوده است. ایا صوفیه که در ابتدا به مدت 916 سال تا زمان فتح استانبول به عنوان یک کلیسا مورد استفاده قرار می گرفت، در سال 1453 به مسجد تبدیل شد و در سال 1934 طبق یک فرمان دولتی به موزه تبدیل شد و به مدت 86 سال با این کاربری فعالیت داشت. در 10 ژوئیه 2020 پرونده قضایی تشکیل شده توسط انجمن خدمات بناهای تاریخی و محیط زیست به منظور ابطال مصوبه هیئت دولت مبنی بر تبدیل ایا صوفیه از مسجد به موزه تصمیم گیری شد. مجلس دهم شورای ایالتی به اتفاق آرا تصمیم کابینه پیشین دولت ترکیه مورخ 24 نوامبر 1934 را که بر اساس آن این مسجد را به موزه تبدیل کرده بود لغو کرد و بدین ترتیب راه برای عبادت در ایا صوفیه باز شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرمان بازگشایی ایا صوفیه برای عبادت در همان روز را امضا کرد. فرمان انتقال ایا صوفیه به سازمان دیانت و بازگشایی آن برای عبادت در روزنامه رسمی منتشر شد. مسجد جامع ایا صوفیه در 24 ژوئیه 2020 با برگزاری اولین نماز جمعه پس از 86 سال با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور برای عبادت بازگشایی شد. احمد آکتور اغلو معاون مفتی استانبول در این رابطه گفت که ایا صوفیه یکی از مهمترین نمادهای فتح استانبول است. وی خاطر نشان کرد که این مرکز پس از قرنها خدمت به مسلمانان، پس از فتح استانبول و تبدیل شدن به موزه، سرانجام از 4 سال پیش برای عبادت بازگشایی شد. آکتور اغلو تأکید کرد که از زمان بازگشایی، ایا صوفیه بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است و در ادامه افزود از زمان بازگشایی مسجد جامع ایا صوفیه در 24 جولای 2020 در 4 سال گذشته میزبان حدود 25 میلیون بازدید کننده بوده است و ما پیوسته پذیرای بازدید کنندگان داخلی و خارجی در مسجد ایا صوفیه هستیم. وی خاطر نشان کرد که مردم از اقصی نقاط کشور و از کشورهای مختلف جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان به این مسجد می آیند. معاون مفتی استانبول در ادامه گفت مسجد ایا صوفیه یکی از مکانهای تاریخی مهمی است که توجه همگان را به خود جلب می کند. این مسجد بسته به فصل به طور متوسط روزانه حدود 50,000 بازدید کننده و سالانه حدود 6 تا 7 میلیون بازدید کننده دارد. آکتور اغلو همچنین با اشاره به اینکه در ایا صوفیه در کنار اوقات نماز روزانه فعالیت‌های مختلفی انجام می‌شود در ادامه افزود علاوه بر این در شب‌های مذهبی و جشن‌های فارغ التحصیلی برای قرآن آموزان با همکاری وزارت آموزش ملی برنامه‌های ویژه‌ای برپا می‌کنیم و سالی 2 جشن فارغ التحصیلی در ایا صوفیه برگزار می‌شود. آکتور اغلو خاطر نشان کرد که برخی از بازدید کنندگان از ایا صوفیه تمایل خود را برای گرویدن به اسلام ابراز می کنند و به طور متوسط روزانه 1 یا 2 نفر در مسجد مراسم تشییع و خاکسپاری اموات را انجام می دهند. وی با بیان اینکه این ستاد هم خدمات راهنمایی و هم خدمات پذیرایی را ارائه می کند گفت در اینجا 50 پرسنل به عنوان بخشی از معاونت امور دینی داریم که برخی از آنها وظیفه راهنمایی بازدید کنندگان در آداب صحیح مسجد و حفظ صف نماز در هنگام نماز را بر عهده دارند.
وی گفت علاوه بر این ما راهنمایان مساجد داریم که راهنمایی های مذهبی ارائه می دهند و جنبه های فرهنگی و مذهبی اسلام و عیاصوفیه را برای گردشگران خارجی توضیح می دهند.